روی قوس اصلی یک این باز دید موزه است. بله نه باید داخل دو تا شاید نه دارن بهم گم میکنم پیدا میکنم. خب میگفت الان پیدا عرض میکنم که توی اون طبقات مختلفی هست، چهار طبقه مختلفه. خب و طبقه آخرش یه گنبدی داره که عینان گنبدهای ایرانی ولی با سیستم مدرن ساخته شده برای نمایشگاه، و طبقه بالای دیدگاهی هست که از پنجره‌ها به بیرون نگاه میکنم. طبقه بالا؟ بله. یعنی الان روی عکسی که از بالا گرفتن، یعنی اون پنجره هایی که بالا مثل سربرجی برج های ایرانی هست، اون بالای بالا کاشی فیروزه ای هست. بله اونا بله. جایی که شما بیرون میتونید نگاه کنید و میتونید بعد برید روی بام اصلی. میتونید بله. این کار با آسانسور باید، یعنی آسانسور بله دور توی هر پایه ای دو آسانسور، دو تا از پایه های یه آسانسور میره بالا وسط وای میسه، شما پیاده میشین دوباره میریم بالا. برای اینکه این کج دیگه. و چه ظرفیتی داره آسانسور؟ زیاد نیست ظرفیت، مثلا پنج فکر کنم ده نفر تو در اون وقت اون محبت مزرعه که فرمودید وسعتش چقدره؟ مساحتش وسعتش حدود 40 متر در 20 متره. 40 متر در 20 متر. خودش حیاط 66 متر از یک پایه به پایه 66. بله. ولی اون سالن بین اون زیر درست اون تاق اصلی قرار داره. خب تو اونجایی که ما داریم میبینیم حیاط 4 پایه داره. بله. و جالبه همه هر کم نگاه میکنه خوب اگر دقت بکنه آثاری از معماری ایران رو یا فرهنگ ایران رو میبینه، یا نمادهایی از این فرهنگ و این معماری. و شما سعی کردید بله. که تمام اینا رو به کار بگیرید. مسلم از اون شروع کردیم. حسنش. بله. مثلا یعنی کجاها؟ ملاحظه کنید این دو ایده مهم تو این پروژه هست. بله. یکی این که این قوس اصلی، حالا اگه نمای اصلی شهیاد بیان، نمای این اصلی شهیاد از کیسفون میاد. از کیسفون میاد. چون این قوس تاق اصلی سعی میکنه یادآور تیسفون باشه. آها. چون تیسفون شاید یکی از مهمترین تاق‌های دنیا بوده برای مدت زیادی، ولی در ایران هم یکی از مهمترین نمادهای معماری ایران قبل از اسلام، و به این ترتیب اونو این عکس منظور من نیست، اون تاق اصلیه که تاق اصلی یعنی تاق وسط. بله تاق. ولی ببینید با چه وسایلی هست، با شطور اینا؟ نه این یعنی با این کمترین امکان روزی یه شطوری رد میشده از اینجا. ملاحظه کنید این تاق، این تاق اصلی، این قوس پایینش من از تیسفونه، بعد قوس بالاش که قوس شکسته است یا به قول معمارای قدیم شاخ بوزیه. خب این قوس اسلامیه، یعنی قوس‌های ایرانی بعد از نفوذ اسلام در ایران تبدیل به یه قوس های شکسته شد. یعنی از حالت مدبر در آمده. بله. و به این ترتیب این دوتا به یه طرز نوینی به هم دوتا مربوط شده. شما میبینید یعنی مثلی که ساسانی رسیده به اسلامی و بعدم ادامه پیدا کرده به اون سربرجی های بالایی که شبیه برج طغرل و این حرف هایی که نزدیک تهران شما حتما دیده. حالا غیر از این خیلی مسائل در معماری ایران یه نوع هندسه ای هست. درست. که خیلی خیلی پیچیده است و خیلی زیباست، هم معماری ایرانی خیلی زیاد با این کار کردن و انواع طرح ها از اون در آوردن. این هندسه، حالا من نمیخوام زیاد تکنیکال وارد بشم، زیاد حرف ولی خیلی جالبه بذارم که هم بزنم بدونم. ببینید چون شبستان ها معمولا شبستان های مربع مستطیل بوده دیگه. درسته. مربع بوده، روی شبستان باید گنبد می‌زدیم. درست. به این ترتیب اون گوشه‌های چارگوش که بین دایره و چارگوش خالی می‌مونه، ایرانی‌ها باید اینو پر می‌کردن. درست. این گوشه‌ها رو، این گوشه اگر می‌دونستم من بعد عکسای اون‌ها رو در نمونه‌های ایرانی حضورتون ارائه می‌کردم. این خط صاف که دو گوشه یه شبستانه میاد میرسه به یه دایره گنبد. ایرونی ها برای اینکه این کارو بکنن صدها چلک زدن، بسیار قشنگ زیبا و رسمی سازی، مقرنسکاری، تاس و نیم تاس، اینها شهیاد از رسمی سازی های این گوشه بندی های ایرانی ایده میگیره و خط صاف پایینه این قوسو که الان تو این عکس، نه این یکی دیگه بود، اینو میبره به اون تاق
بالا با این در حقیقت یه شبکه بله ملاحظه میکنید اون شبکه زیر این تاق هست بله میبینید اون بله بله شبکه رو میبینید دیگه بله این شبکه میبینید یه خط صاف پایینشه که درسته. اون قوس یه تاق هم زیر اون خط صاف این خط صاف میبره به این زیر شکمش که قوسه درست این کارو تو هیچ کار ایرانی قبلا نبوده ولی روشش هست درست. که شما چطور از خط صاف میبینید قوس ما اون روش رو گرفتیم یه طور تازه یه فرم تازه ارائه کرد اون بام هم شبیه سازی از برج های ایرانی بله بله دیگه اون قلعه های ایران میفرمید بله قلعه هایی که دیدیم ما دیگه. از وقتی که دانشجو بودیم و بچه بودیم اطراف تهران پر از این بنای قشنگه درسته یکیش برج طغرل که تو شهرده برج طغرل سربرجیاش خیلی شبیه شبیه بله و خب من الان با شما حرف زدم خیلی دارم تنگ میشه برای تقریبا میشه گفت که شما از تمام نمادهای دوره دوره تاریخ ایران تا به امروز استفاده کردید بالا یعنی سعی کردید همگی باشه دیشب صحبتی در مورد منسهون بود صحبت راجع به این بود که ما وقتی دانشجو بودیم تمام ایران رو میگشتیم و نقاشی میکردیم کروکی میکردیم از در و دیوار ساختمان‌های قدیمی وقتی شما این کارو میکنید یه جوری این بله این برج طغرل این برج طغرل وقتی شما این کارو میکنید یه جوری در ملکه میشه تو ذهنتون درسته توجه میکنید به این ترتیب وقتی طراحی میکنید خودش بدون اینکه شما بگین باید ظاهر بشه امیدوارم که همین هم شده بله واقعا شده آقای اولا تبریک میگم تولد مهندس هوشنگ سیحون عزیز واقعا شخصیت بزرگی این دهات ایران نمیدونم چه بلایی بر سرش آمده ولی مهندس سیحون اونها رو جاودانه کرد منظرهای اونها این طرحهایی که زد از دهات ایران هر وقت من نگاه میکنم مثلا دلم بله اون دهات مثلا توی جاده شمال اینا خیلی سبزش خسته نباشه مهندس سیحون عمر دراز و سلامتی برای شارجو داریم برای خودش و مریم خانم عزیز دختر نازنینش بله خب همینان هم شخصیتی که اینجاست کسیست که ایرانی ها اثر او رو هر روز میبینن و خیلی ها با او آشنایی نداشتن با آقای مهندس حسین امانت که وقت این کار حیرت انگیز رو ساخت فقط 24 سال داشت و با قیمت 1,000,000 دلار این کار رو تموم کرد واقعا وقتی میگم قیمت ارزش یا که آپارتمان در منحتن نیویورک مبالغه نمی کنم یعنی ارزش اون زمان اینه این میدان شهیان که حالا دیگه وقتی بهش نگاه می کنید مطمئن می شید که بله دارید تقریبا تاریخ معماری ایران رو یک جا می بینید و نشانه های چی دوری از معماری ایران خیلی برای شما حائز اهمیته ساسانی؟ میدونید ساسانی البته چون از ساسانی کم داریم بله الان برج ببخشید تاق تیسفون هم میدونید که خراب شده بله بله ولی البته هم ببینید این یک مثل شعر ایرونه درست. اصلش قدیم بوده بعد در دوران مختلف یه شکوفایی خودشو داره و هر شاعری زیبایی خودشو داره درسته البته بعضی ها اون بالای بالا معماری سلجوقی یکی از اون دوران خیلی ولی وقتی دوره صفوی میاید مسجد شیخ لطف‌الله رو میبینید جواهر واقعا میدونید و میدان شاه یه جواهر شهرسازیه و خب من دیشب اشاره کردم حتی تا حدود 70 تا 100 سال قبل از اینکه